مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما هستند. آقای امیر، آیا این صحبت‌های نتانیاهو به معنای گسترش درگیری‌ها و احتمالاً حمله به لبنان از طرف اسرائیل؟ ببینید، ارتش اسرائیل از سالها پیش برنامه حمله احتمالی به لبنان رو تهیه کرده، آمادگی داره. البته اوضاع مرتب عوض میشه و در این برنامه تغییراتی ایجاد میشه، ولی آنچه که اتفاق افتاده الان 8 ماه و بیشتره که بدون اینکه اسرائیل کمترین تعرضی به خاک لبنان داشته باشه، حزب الله با این بهانه که جنگ در غزه ادامه داره اسرائیل رو مورد حمله قرار میده و هر روز بر شدت این حملات اضافه میکنه. این آتش سوزی که در 2 روز اخیر صورت گرفته 1,400,000 متر مربع از جنگل‌ها و نواحی سبز شمال اسرائیل رو که مراکز گردشگری هست نابود کرده. از سوی دیگر دولت آقای نتانیاهو زیر فشار فزاینده‌ای هست از جانب اهالی مناطق شمالی اسرائیل که تا کی ما میتونیم در به در باشیم، تا کی میتونیم در هتل ها زندگی بکنیم که در واقع قفس های طلایی هست، ما میخواییم به خاک خودمون برگردیم. آقای نتانیاهو، شما که قهرمان امنیت خودتون رو معرفی میکنید، چگونه است که نمیایید و به این رفتارهای حزب الله و حملاتش پاسخ کوبنده ای نمیدید؟ واقعیت این است که دکترین اسرائیل تا به حال بر این اساس بوده که تا اونجایی که ممکنه نباید در 2 جبهه جنگید، اول باید کار غزه رو تمام کرد و بعد خدمت حزب الله لبنان رسید، ولی این حملات انقدر افزوده است. و از سوی دیگر ما سخنان آقای اویگدور لیبرمن وزیر دفاع پیشین اسرائیل رو میشنویم که امروز اعلام کرد که حکومت ایران داره خودش رو آماده میکنه که حداکثر تا 2 سال دیگر به اسرائیل یک حمله همه جانبه بکنه و این کشور رو تلاش بکنه که به گفته خودش نابود بکنه. و این در حالی است که شورای حکام آژانس بین المللی هم ابراز نگرانی های شدیدتری میکنه از ساخت بمب هسته‌ای در ایران. و کارشناسانی که با آنها مصاحبه کردم و گفتگو کردم میگویند که در واقع آنچه که در غزه و در لبنان و در عراق رخ میده پیش درآمد آزمایش ها یه حکومت ایرانه که بتونه نقشه حمله به اسرائیل رو تکمیل تر کنه. در راستای همین موضوع، حالا در صورت که حمله اسرائیل به لبنان انجام بشه، درگیری ها و جنگ در منطقه فکر میکنید که به چه سمت و سویی بره و آیا اصلا حزب الله و به تبع اون جمهوری اسلامی خواهان جنگ گسترده با اسرائیل هستن؟ ببینید، در شرایط کنونی میتونه پاسخ من منفی باشه، یعنی حکومت ایران الان با چنان مشکلات عمیقی روبرو هست که جرأت نمیکنه و صلاح نمیدونه که وارد جنگ با اسرائیل بشه. ولی تردیدی نیست که کل آنچه که در غزه روی داد، ما میگیم غزه ولی در واقع غزه هست، لبنان، حوثی های یمن، 8 شعبی و کتایب حزب الله در عراق و عوامل دیگر هستند. ببینید، همین 2-3 روز پیش یک نفر از سرکردگان سپاه قدس در سوریه کشته شد و حکومت ایران واکنشی نسبت به اسرائیل نشون نداد. ولی این به معنی این نیست که حکومت ایران از فکر رویارویی نظامی با اسرائیل منصرف شده. زمان رو مناسب نمیدونه و هدفش این است که سعی کنه اسلحه خودش رو هم در جنگ‌های کنونی آزمایش کرده، بنابراین خطر حمله نظامی رژیم ایران به اسرائیل بیش و بیشتر شده. بسیار متشکرم از توضیحاتتون مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم.